ماجرای مادی بلافاصله شما باید بگید چه چیزی رو غیر مادی میدونید. اگر شما مادی رو در مقابل معنوی میذارید، در مقابل روانی میذارید، درباره ذهنی میذارید، موضوع روحانی میذارید، اینا فرق داره عزیز. چون ببینید روزی که شما یه واژه رو به کار میبرید یه مقدار باید بگید احتمالات دیگه یا مطالب دیگه کجاست. اما اگر من به زبون عادی، برای که میخوام فیزیکی و مادی بدونیم، اصلا تظاهرات عشق در این جهان فقط فیزیکی و مادیه. یعنی شما میخواید کسی رو ببینید، میخواید حرف بزنید، میخواید راجبش فکر کنید، میخواید لمسش کنید، همه اینا فیزیکی. شما با پدیده‌ای که غیر مادیه یا عشقتون رو هیچ راهی غیر از ابراز مادی ندارید. نمیخوام بگم عشق مادیه، بس من اون نیست، یعنی میخوام بگم به یه اعتبار برای که جوابتون رو داده باشم، ولی من بفرمایید غیر از مادی، شما غیر از مادی به چی معتقدید؟ چون بحث اعتقاده، چی معتقدید من به شما بگم عشق مادیه یا نیست؟ حالا شما توضیحتون که خب بحث مادی رو من فکر میکنم تونستم همونطور که خودتون فرمودید منظور بنده رو درک شدید. مادی اون چیزی هست از نظر من که در همین دنیا و طبیعتی که ما زندگی میکنیم درش وجود داره و علم میتونه نسبت به اون کنکاش بررسی و تفحص داشته باشه. اوکی بذارید، چون تعریفی از اون یا شناخت از اون به دست بیاره. نه کاملا از نظر من نه، سب کنید سب کنید. اگر مادی رو به این تعبیری که فرمودید و طبیعی میدونید، عشق مادی، ممکنه چیز دیگه هم باشه، ولی دیگه حریم بحث علمی نیست، حریم بحث فلسفی مذهبیه. یعنی بر اساس آنچه که فرمودید میتونم بگم که عشق از این دیدگاهی که شما میفرمایید مادی است و فیزیکی است، این جهانی است، طبیعی است، و من و شما فقط از این طریق مادی است که میتونیم ارتباط برقرار کنیم. شما میتونید یا هر کس دیگه شاید نباشه میتونه بگه جنبه‌های غیر مادی داره، حتی مثلا یه نامی روش بذاره روحانی داره، من میگم شاید، شایدم نه. یعنی درست مثل این است که حرفی که من و شما میزنیم الان، این یه زبان فارسی، قواعد خودشو داره، مغز رو میشناسیم. الان زبون من رو میتونن یه کاری بکنن حرف نزنم، مغز من میتونن تغییر بدن من نتونم حرف بزنم یا حرف نزنم، گوش شما رو میتونن یه کاری بکنن، بنابراین همش تو چارچوب مادیه. اما یه کسی اومد گفت نه، همه این حرفا درست، ولی اون چیزی که انرژی اصلی و اساسیه، اون چیزی که اصلا مسئله انسان رو به وجود آورده یا امکان این ارتباط رو میده، یه پدیده غیر مادی است. من میگم شاید باشه، شاید نباشه. چون میدونید در جهان علم تکلیف روشنه، میگه ما اینو میدونیم، دستکاری هم اینجا میکنیم، هزار جورم الان میتونیم کلام شما و منو قطع کنیم، وز کنیم، طولانی کنیم، بلند کنیم، کوتاه کنیم، عوضش کنیم، از بین ببریمش، ضبطش کنیم. میگه باقا من دارم صبح تا غروب این کارا رو با این کلام میکنم، شما میخواید بگید هنوز چیز دیگری هست. اولا به من میگید چی؟ میگید فقط غیر مادی، روحانی. بسیار خوب، شما که حرف دیگه ای ندارید بزنید، من که میپذیرم اون شاید باشه، شاید نباشه. بنابراین ببینید، بس اتفاق، بسیار سپاسگزارتون هستم که با این یه دقتی به این موضوع نگاه میکنید. یعنی مسئله اتفاق دقیقا همینجاست. یعنی من حرفم اینه که ما مسائلی رو که داریم، حالا عشق یا هر مورد دیگه، درست مثل همین گفتگو، تمام تک تک های اون هزار تیکه، 10,000 تیکش فیزیکی و مادیه. یه کسی بعد از دانستن همه اینا بگه یه چیز دیگری هم هست، اولا باید بدونه این بحثش دیگه علمی نیست، اثبات علمی هم نکرده، چیزی رو هم ثابت نکرده، برای که قواعد این جانه بگه هست. منم به عنوان یه آدم که با این مسائل کمی آشنا هستم، حرفم این است که شاید باشه. بنابراین عشق این همه جنبه های مادی رو داره، این همه مطالب دربارش میدونیم، به راحتی با یه تزریق میشه عشق رو توی آدمی در کوتاه مدت که اون دارو داره اثر میکنه از بین برد، میشه با این دارو آدمی رو به یه کسی بیشتر و بیشتر علاقمند کرد، تا این اندازه هم میتونیم کار بکنیم. ولی شما میفرمایید همه اینا درست، اما یه جنبه غیر مادی و مثلا روحانی داره. من عرض میکنم شاید، نه دلیلی دارم برای اثباتش، نه دلیلی دارم برای ردش، و نه شما دلیلی دارید برای اثباتش و نه دلیلی دارید برای ردش یا هر کسی دیگه. بنابراین به عنوان یه احتمال، به عنوان یه امکان، به عنوان یه فرض، از نظر علمی و از نظر عقلی و از نظر منطقی و از نظر فلسفی پاسخ یه آدم این است که شاید، شاید باشه، شاید نباشه. ولی وجود به هر صورت خود عشق مسلم است.
و تأثیر عشق رو بنده خودم بر فیزیک خودم احساس کردم. حالا سوال نه سب کنید سب کنید این است که آیا این عشق از فیزیک خود من هم منشعب میشه یا به وجود میاد از فیزیک من این اتفاق میفته، یا چون بر فیزیک من تأثیر میذاره وقتی عشق در وجود من هست بدن من این رو تأثیراتش رو متوجه میشم کاملا. آیا این عشق از خود بدن من هم میتونه به وجود بیاد یا از چیز دیگری؟ نه ببینید موضوع چیز دیگه نگاش کنید حساب کنید. ببینید الان شما باز یه فرضی فرمودید بسیار هم حرفتون درسته که چیزی به اسم عشق وجود داره، یه چیزی به اسم عشق با عین و شین و قاف می‌نویسیم، انگلیسیش هم مثلا لاو هست و این همه تغییرات در من شما به وجود میاره، کاملا حق با شماست، این همه تغییرات به وجود میاره، ولی شاید ما اومدیم نام همه این تغییرات رو گشتیم عشق، نه اینکه عشق چیزی است که خودش وجود داره. یعنی ببینید دقیقاً هم موضوع همینه، در جان فیزیکی و مادی همینه. شما آمدید مثلا این حالی رو که دارید، اشتیاقی رو که دارید، میلی رو که دارید، لذتی که میبرید، اصلا آرامشی که پیدا میکنید، شادی که پیدا میکنید، احساس خوب پیدا میکنید، همینا رو جمع کردید گفتید عشق. ولی چیزی نباید فکر کنید که چیزی به اسم عشق وجود داره، این چیزی رو ثابت نمیکنه. ما اومدیم به یه درست مثل اینکه خشم رو اومدید شما تعریف کردید، شما بیاد مهربونی رو یا مثلا همکاری رو، شما هم چیزی می‌بینید یه چیز به اسم همکاری وجود داره، یه چیز به اسم محبت وجود داره، یه چیز به اسم دزدی وجود داره، یه چیز به اسم حسودی وجود داره. بعد حالا ببینیم اینا چی هست. همه اینا اثر، شما حسود هم باشید رو بدنتون اثر میذاره، شما خشمگین هم باشید هزاران قسمت بدنتون تحت تاثیر قرار میگیره، شما یار و همراه دیگران باشید حالاتی در درون و بیرونتون و در طبیعت به وجود میارید. ولی ما چیزی به اسم همکاری نداریم بیرون، یه چیزی به اسم خشم نداریم بیرون، ما یه چیزی به اسم عدالت نداریم بیرون. ما اومدیم روی مجموعه ای از حالات یه نامی گذاشتیم، بنابراین این فرض از اونجا میاد که اولا من شما پذیرفتیم این چیز به اسم عشق وجود داره، حالا بریم ببینیم عشق چیه. نه، ما اومدیم یه حالاتی رو گفتیم، از هر دو طرف میشه رفت. به همین جهته که بحث علمی نامی است که شما میذارید. شما مثل اومدید گفتید کائنات، یا گفتید خلقت، یا اومدید گفتید فرض کنید کره زمین، یا آمدید گفتید گیاهان. معناش اینه که چیزی به اسم گیاهان وجود داره، بعد بریم ببینیم گیاهان چی هن؟ ما بیام ببینیم مثلا فرض کنید فلزات، یه چیزی به اسم فلزات وجود داره، بعد بریم فلزات چی هن؟ نه، مجموعه این چیزایی که ما اسم گذاشتیم فلزات شده فلزات، چیزی غیر از این نیست. این اون تفکیکی وقتی بکنیم باش مسئله نداریم. ولی گفتم شما وقتی من بگید این حالاتی که من دارم که میگم عشق شاید یه ریشه ها و یه زمینه های غیر مادی داشته باشه، عرض من این است که شاید، اما دوتا پدیده شما ندارید، عشق و تغییرات و تحولات فیزیکی و یا شیمیایی یا بیولوژیک یا ژنتیک یا هرچی در درون شما نداریم همچی چیزی. این دوگانگی نیست، این دوگانگی ما ایم که درست بذارید یه مثال عرض کنم خدمتتون. خانمی تشریف میارن تو، شما من میفرمایید مادر منه، من یه رابطه ای رو میبینم، ولی معناش این نیست که یه چیزی وجود داره به اسم مادر. نه، یک زنی که فرزندی رو به این دنیا میاره اسمش رو میذاریم مادر. این که بگیم یه چیزی به اسم مادر وجود داره، یه چیزی به اسم حاملگی و زایمان که ما نداریم، اینا نامیست که روی واقعیات گذاشتیم. عشق یه نامیست که روی واقعیات گذاشتیم. شما من میگید حقیقتی داره یا یه جنبه دیگری داره، میگم شاید. بله آقای دکتر، من متوجه فرمایشات شدم. از شبت حضورتون که شما با اون روان خودتون، با اون درک و علم خودتون، به طور خیلی خلاصه، نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم، مکانیزم این عشق رو اگر ممکن هست تا اونجایی که براتون مقدور هست برای بنده توضیح بفرمایید که من این مکانیزم رو از زبان شما و از دیدگاه شما بدونم به چه شکله این مکانیزم عمل کرده عشق چگونه. نه مقصودتون، نه آخه لغت مکانیزم و عمل کرده اینا متفاوتن. نه سوالتون رو با یه واژه که تعریفاش متفاوت به من بگید چی مورد نظرتون توضیح. من نمیدونم مکانیزم یا کار کرد یا هر چی دیگه یا لغت دیگه که به کار بردید چی دنبالش هستی؟ منظورم این است که این چطور به وجود میاد، چی باعث میشه که عشق در وجود انسان به وجود میاد، خودش رو نشون میده. خیلی ساده، زمانی هست و زمان دیگری نیست. حالا که به وجود میاد، این عشقی که من در سال گذشته نداشتم ولی امروز عشقی رو در وجود خودم احساس میکنم، این عشق
که قابل رویت هم نیست چطور نه. در وجود من پدید میاد؟ نه 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 نرید اونجا نه سب کنین این مثل اینکه من برگردم بگم این خانم مادر پارسال نبوده، برای که اولین بچهش رو 9 ماه قبل حامله شده، امروز هم متولد شده. باز ببینید شما هنوز اون تفکیک ذهنی رو دارید که میگید چیزیست به اسم مادر که بعدا بخواهیم بدیمش ببینیم چی داره. نه ببینید عزیز،